دوستان گرامی و عزیز من، به شما سلام میکنم با آرزوی آن که خوش و خرم و سلامت باشید. بیستمین برنامه قبای زرین و عبای پشمین رو براتون تعریف میکنم. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تون نشست، خدایگانی و آیین سروری داند. در آن روزگار که آقای خمینی خودش رو شاخص معرفی می کرد، اتفاقا آیت الله بروجردی که مرجع بزرگ و اداره کننده حوزه علمیه بود، در همان روزهای پرهیاهو دعوت حق رو لبیک گفت و حوزه علمیه عملا بی سر شد. در نتیجه دستخوش مبارزات درونی مدرسینی درجه اول به منظور کسب مقام مرجعیت گردید و همین امر چندگانگی رو در حوزه رسوخ داد. تا وقتی که آیت الله بروجردی در رأس حوزه قرار داشت، با وارد شدن حوزه به امور سیاسی مخالفت میکرد. به علاوه چنان شخصیتی بود که اغلب نخست وزیران و دولت مردان احترام مرجع تقلید و حوزه را حفظ میکردن و حرمت رابطه متعادل بین شاه و حوزه را به ویژه با شخص بروجردی نگاه میداشتن. از طرفی در بین مدرسین حوزه هم دارای آن پایه و مقامی بود که همگان دستوراتش رو بدون چون چرا اجرا می نمودن. متاسفانه فقدان این مرجع صاحب نام و مورد احترام و بیگانگی آقای علم از روابط دولت و حوزه علمیه، چگونگی اعتقادات عامه، خودخواهی بعضی وزرا در نحوه اجراء سیاست همزیستی با روحانیت، از همه بالاتر عدم شناخت و آگاهی دولتیان به میزان تحرک و استواری مخالفین و بی اطلاع ماندن پادشاه از گستردگی مخالفت ها، یک مرتبه موجبات از میان بردن روابط دو جانبه دربار و دولت و روحانیت رو فراهم کرد و وسایل فاجعه رو در اختیار مخالفان خارجی و داخلی قرار داد. یک توضیح ضروری: بسیاری از کارشناسان و محققین امور پس از بررسی رویداد فوق بر این نکته انگشت می فشارند که اگر مجلسین حضور داشتند و این تصویب نامه ها حسب معمول برای تصویب مجلسین ارائه می گردید تا به تأیید نمایندگان برسد، و یا آن که در کمیسیون‌های مجلس به خصوص در مجلس سنا پیران و اقلاء قوم آن را مورد کنکاش و ریزبینی بیشتری قرار می‌دادند، و ای بسا که قبل از تصویب مجلسین آن مطالب با حوزه علمیه که مورد احترام پادشاه و بسیاری از پیران خردگرا بود مذاکره و گفتگوهایی انجام می‌گردید، تا آنکه زهر و تندی اون تصویب نامه را
از آن پاک کنند و نظر سران آن روز حوزه، یعنی گلپایگانی و شریعت مداری، که هر دو مردانی متعادل و همراه و خوشبین بودند، کسب می شد و به صورت معقولی به جریان گذارده می شد. یقیناً اگر اینطور می شد از چنین فاجعه‌ای ممانعت به عمل می آمد. سپهبد مبصر، معاون ریاست شهربانی کل، در کتاب پژوهش می نویسد اگر شما فقط بخواهید که رویدادهای آن روزگار رو صرفاً با جنبه ظاهری قضیه نگاه کنید، مسلماً به جای نخواهید رسید، بلکه باید به علت عوامل به وجود آورنده رویدادها با ژرف بینی نگاه کنید تا پاسخها رو پیدا نمایید. الف، نخست وزیری امیر اسدالله علم آشکارا چند دستگی و اختلاف بین مقامات کشوری و لشکری رو تشدید کرد، به گونه ای که هر گروهی به کار خودش مشغول شد. به یقین تند روی های ایشان مقدمه گسیختگی بافت سیستم رو فراهم آورد. ب، آنچه صورت می گرفت یک امر صرفا داخلی نبود، بلکه در عمل به قرائن بسیار روشنی برخوردم که قضیه کلی شورش با برنامه ریزی دراز مدت خارجی ها و همیاری پاره عوامل داخلی توأمن صورت میپذیرفت. این اتحادی که به تدریج بین طبقات مختلف و با مشی فکری متفاوت بین راست و چپ و مذهبیون شکل گرفت و عاقبت هم زیر لوای مذهب و همکاری خارجی ها کار رو خاتمه داد و موجب فروریزی رژیم گردید، به تحقیق سه بازوی قوی داشت. اول، نارضایتی عمومی در سطوح مختلف از رفتار نامتعادل دولت و پراکندگی تشکیلات. دوم، راهنمایی ها و پشتیبانی های استادانه خارجی ها و گوش به فرمان بودن ستون پنجم آنها در داخل کشور که کارگزاران آگاهی بودند و در این حال در بین دولت و مقامات جای ویژه‌ای داشتند. سوم، به تحقیق می توانم بگویم در آن روزها پادشاه از بسیاری حقایق آگاه نمی شد و بیخبر می ماند و متاسفانه پاره ای از دستگاه های مورد اعتمادش از فرمان او خارج بودند. دکتر هوشنگ نهاوندی، مرد آگاه و روشنبین رژیم، در کتاب آخرین روزها می نویسد که شاه معالواسطه گفتگویی با مهمترین رهبر شیعیان که مقصودش آیت الله شریعت مداری است شروع کرده بود. به این ترتیب او میپنداشت که امتیازاتی داده است، اما نمیتوانست منکر آن بشود دسیسه هایی که بر اساس سوء استفاده از نقاط ضعف داخلی طرح ریزی شده بود متوقف شده است. بخشی از مطبوعات بین المللی و در رأس آنها لوموند در فرانسه به مخالفت با پادشاه ایران ادامه می‌دادند. دیپلمات‌های سفارت امریکا در تهران آشکارا علیه شاه توطئه می‌کردند. مخالفان را تشویق می‌نمودند. گزارش‌ها و اسناد سفارت که در جریان گروگانگیری دیپلمات‌های امریکایی توسط انقلابیون مصادره شد و بعد به چاپ رسید، این دسیسه ها را آشکار می کند. از مهمترین این فعالان دبیر اول سیاسی سفارت امریکا جورج لامبرایکس بود که شاه تا
در خاطراتش از او نام میبرد. انگلیس ها نیز به گونه پنهانتر همین کار رو میکردن و بی بی سی رفته رفته به صدای مخالفان تندرو تبدیل شد. شبهای شعر که در ساختمان فرهنگی سفارت آلمان برپا میشد در اصل گرد همایی های سیاسی علیه رژیم بود که شدت حملات شرکت کنندگانش به حکومت ایران بی سابقه بود. در برابر همه این اوضاع مسئولان سیاست خارجی ایران به دستور شاه سکوت اختیار کرده بودند. در ضمن در همه این گرد همایی های مخالفین رژیم در تهران افرادی که فقط به عربی سخن می گفتند هم دیده می شدند. رزمندگان و فعالان فلسطینی که به زودی همه جا سخن از آنان به میان آمد هیچ یک از مقامات به فکر نبودند که از خودشان بپرسند که آنها در ایران و در میان مخالفان دولت چه می کنند و چطور به ایران آمدند. دکتر عزت الله همایونفر نوشته است که محمد رضا شاه پهلوی مانند چلچراغی خوش می درخشید. اما متاسفانه فقط به یک میخ در صحنه آسمان ایران آویزان بود. زیرا جز خودش متکا و گیره دیگری وجود نداشت تا در موقع سخت آن چلچراغ را در سقف نگاه دارد. به این جهت با یک لرزش آن میخ از جایش کنده شد و چلچراغ فرود افتاد و خرد شد و دیگر به کار نیامد. نکته ای را که باید به آن توجه بشود با وجود آن که در آن روزگار دیگر همگان می دانستند تنها کسی که در صحنه قرار گرفته شخصیتی است به نام خمینی و اقلای دستن در کار می باید برای فرونشاندن جنجال و شورشی که فراز آمده آن آخوند جویای نام رو دعوت کنند و با لطائف الحیل و دستی در کیسه محرمانه دولت کردن خاموشش نمایند. ولی خودخواهی و ندانم کاری آقای علم و وزرای دستن در کارش آن اقدام رو کسر شأن متکبرانه خود می دانستند، با تکیه بر سیستم امنیتی و پلیسی موجود خواستار خاموش کردن آخوندی شدند که هم عوامل داخلی به او یاری می رساندند و هم خارجیان از او پشتیبانی می کردند. علم پس از یک ماه و نیم که گذشت و طبیعتاً آتش فتنه در حوزه ها سخت بالا گرفته بود، طبق گزارش های دستگاه امنیتی مراجع در حوزه های تبریز و اصفهان و مشهد هم به جنب و جوش افتاده بودند، ناگزیر شد برای 3 نفر از مراجع شریعت مداری، گلپایگانی، نجفی مرعشی تلگرافی بفرستند تا به اصطلاح هم از ایشان استمالتی کرده باشد و هم در باب مصوبه دولت توضیحاتی را عنوان کند، که البته بسیار دیر بود و همین اقدام نابجا آخوند یکلا قبای سر برداشته رو سخت خشمگین کرد. زیرا همان گروه هایی که او را وادار به ارسال تلگراف کرده بودند با او حالی کردند که دیدی که دولت به بازیت نگرفته است و مقامات او را به هیچ شمرده بودند. به این جهت بسیاری از محققین نوشتند که آن ستن مرجع نه تنها ساکت ماندند بلکه طرفداران خود را هم به سکوت دعوت نمودند، ولی خمینی و اصحابش به پشتیبانی از ما بهتران فتنه ای را بازگشایی کردند که دیگر قابل برگشت نبود. در کتاب تشیع سرخ صفحه 315 می خوانید
تا آن روز اگر به متن تلگراف های فرستاده شده خمینی توجه فرمایید، او فقط شخص علم را مورد خطاب و عتاب و احتمالاً تهدید قرار داده، ولی در تلگراف به شاه در کمال ادب سخن میگوید و اعلام می‌دارد هرگاه پادشاه به این امور توجه نفرمایند در آینده ناگزیر می‌شوم در نامه سرگشاده مطالب دیگری را عنوان کنم. اگر به نحوه تحریر تلگراف ها نظری بیندازید و در این حال توجهی هم به کیفیت روز حوزه علمیه بکنید، این نکته را خیلی سریع در میابید که خمینی در مقابل پادشاه نه تنها گاردی نگرفته بود، بلکه اصولا نمیخواهد نسبت به پادشاه رفتار ناخوشایندی نشان بدهد، بلکه خواستار آن است که پادشاه و دولت توجه خاصی به شخصیت تازه به دوران رسیده ی حوزه علمیه بی سر شده بنمایند. در واقع همه کوشش خمینی این بود که بگوید به من هم مثل سایر علما نظری بیندازید و صندوق محرمانه رئیس دولت مرا هم به حساب بیاورد. اما متاسفانه دیوار بلند خودمحوری که شاه را از مردم و وقایع جاری دور کرده بود دیگر به ایشان مجال نمیداد تا اعتنایی به آنچه در حوزه و مبارزاتی که در گرفته بود بیندازد. به تحقیق این غفلت بزرگی بود که خودبینی علم و بعضی از وزرایش در دامان شاه یکنگر گذارد. از بد حادثه آن روزها دیگر نه چشمهای بینا و نه گوشهای شنوایی در اطراف شاه وجود داشتند تا بتوانند به موقع ایشان را از یک سونگری بیرون بیاورند و با مسالمت این جوش و خروش را که فتنگری بیباک با پشت گرمی از ما بهتران راه انداخته بود خاموش کنند. و چون مجلس این هم تعطیل بود، پیران بیدار دل هم گوشنشین شده بودند و دیگر راهی به دربار نداشتند تا با شاه گفتگو کنند. طبیعتاً خمینی دست از مبارزه بر نداشت و صریحاً اعلام کرد که تا وقتی دولت رسماً لغو تصویب نامه ها رو در رادیو و تلویزیون اعلام نکند، همچنان به مبارزه ادامه خواهد داد. همین امر موجب شد که آخوندیسم که از مدت‌ها قبل در انتظار یک فرصت مناسب برای خودنمایی بودند در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ با پشتیبانی بازاری‌ها به حرکت درآمدند. جمعی از آخوندهای تهران مردم را به اجتماع در مسجد سید عزیزالله در قم دعوت کردند و اجتماع عظیمی از مردم تهران و شهرستانها در آن مسجد تشکیل گردید. دولت وقتی با چنان شورشی روبرو شد چاره جز لغو تصویب نامه ندید و رسما آن را اعلام کرد و با این طریق عملا دولت از آخوندیسم شکست سختی خورد و طبیعی بود که خمینی فرد شاخص این مبارزه معرفی شد و از این تاریخ همه ارگانهای مخالف دولت مثل جبهه ملی، نهضت آزادی، مجاهدین خلق، چریکهای فدایی و حزب توده ایران و همچنین گروهی از بازاریان که سرخورده از سیاست اقتصادی و تجاری بودند روی به خمینی آوردند. در آن روزها چند رویداد پیش آمد که موجب هراس پادشاه شد. الف، عقب نشینی دولت از مقابل آخوندیسم که شاه همیشه اونها را پشتیبان خودش می دونست و حوزه علمیه را یکی از پایگاه های طرفدار سلطنت می شناخت. به زمزمه تشکیل کنفدراسیون دانشجویان در اروپا
و همکاری پاره از کشورهای اسلامی که با شاه مخالفت علنی داشتند. جیم انتشار مطالب انتقادآمیز و تند علیه پادشاه در مطبوعات امریکا که پادشاه رو سخت نگران میکرد، زیرا شاه آن مطالب رو انعکاسی از نظرات مقامهای امریکایی میدانست و از امکان تغییر رویه امریکا نسبت به رژیم و خودش سخت هراسناک بود. حالا شاه اصول ششگانه انقلاب سفید رو میخواد اعلام کند. پادشاه که در همه حال در اندیشه ایجاد یک سیستمی بود تا بتواند برای طبقه کارگر و زارع و گروه های کم درآمد رفاه ایجاد کند و از این طریق امریکایی ها رو علاقمند به پشتیبانی خودش بنماید، سریعا دست به کار شد. در روز 19 دی ماه 1341 با حضور اجتماع بزرگی از کارگران و زارعین در یک استادیوم سرپوشیده، اصول ششگانه انقلاب سفید رو به مردم ارائه نمود و اعلام داشت. اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوه سگانه به آراء عمومی می‌گذارم، بدون واسطه و مستقیما رأی ملت را در استقرار آن تقاضا می کنم. و سپس شش اصل مشهور را اعلام داشت که البته مورد استقبال مردم قرار گرفت و دولت شروع کرد به ترتیب اخذ رأی از طریق رفراندوم. اصول ششگانه عبارت بود از الغای رژیم ارباب رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران، تصویب لایحه قانون ملی کردن جنگل ها، تصویب قانون فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی، تصویب لایحه قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه های تولیدی و صنعتی، لایحه اصلاحی قانون انتخابات و لایحه ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری. دوستان گرامی من، شما رو به خودتون وامی گذارم تا هفته آینده. روز و روزگار به شما خوش.